درود بر شنوندگان دیدار صبح جناب آقای فیصل محمدی عامل انستود تکنیکی کابل همچنان رئیس شورای آمرین مرکز اداری مستقل تعلیمات تخنیکی و مسلکی حضور دارن و صحبت باشیم در رابطه با همین انستود صحبتتون هم بخیر خوش آمدید به برنامه بسم الله الرحمن الرحیم ما سلام و عرض ادب دارم خدمت شما همکاران تلویزیون نور و بیننده های خوبه تلویزیون شما جناب استاد محمدی صحبت داشت باشین در رابطه با انسوت تکنیکی که چه زمان مشه تاسیس شده و چه تعداد شاگار داره و چی کارهایی از یاد در صورت گرفته yeah, میخانیکی کابل یکی از سابقه ترین ها در سطح کشور است توسط کشور دوست آلمان در سالهای قبل ایجاد شده الحمدلله در این مدت فارغین بیشتر را داشته در رشته های مختلف تقریبا 8 دپارتمنت می داشته باشه یعنی استود با شمول دپارتمنت برق نجاری الکترونیک و آبرسانی ماشین افزار صنایع فلس تعداد زیادی از محصلین را در این رشته مورد تعلیم و تربیه قرار داده و ساخته بسیار خب موس... مشخصا نگفتین چند سال شده است تاسیسش سالی بسیار طولانی شاید بیش از هفتاد تا هشتاد سال شود که پس سارخ هم بله حالا با در دا نظر داشت این سابقه که داره چقدر امکانات به دسترس شما بوده و هستید متاسفانه جنگ های داخلی خانمانسوس همون قسمی که در سطح کشور مشکلات چالش های کلانی را برای مردم افغانستان ایجاد کرده و کشور را به ایرانی برده بود متاسفانه امو داشته های انستیت میخانیکی کابل را همچنان اینا تخریب کردن و از بین بردن مد مد یک جنجال بسیار کلان چالش بسیار بزرگ بود برای ما بله مجددا توسط کشور دوست آلمان بسازی شد و الحمدلله وضعیت نرمال داره حالا امکانات تا چه هست مشکلات به صورت کل رفت شده یا نه هنوز مشکلات از افغانستان کم نمیشه ما شاید کم شدن مشکلات کم میشه ولی به شکل کلی از بین نخواهد رفت اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی در این اواخر ای یک مجده است یک نوید است برای هموطنهای ما که مستقل شده است و از چتر و چوکات و وزارت معارف افغانستان بیرون شدن ما امیدوار هستیم که حداقل گامایی را که ما می‌برداریم و پیشرفت‌هایی را که داری تعلیمات تکنیکی مسلکی می داشته باشه مؤثر باشه مفید باشه و در خور حال مردم افغانستان باشه. البته دا نظر داشت و طرح برنامه‌ها بله از قبل وجود باید داشته باشه که مطمئنا در این راستا هم کارهای صورت گرفته که بعدا صحبت می داشته اما حالا در هایی که شما نام گرفته این چه تعداد محصل است و چه تعداد ذکور و چه تعدادش اناس متاسفانه ما یک کمی کم میخوایم توضیح بدم خدمتتون نمیفهمیم کمتالی هستیم بیتالی دو نهاد اداری تعلیمات تکنیکی و مسلکی را ما مدیریت کردیم در این مدت سه سال که آلب مسئولیت انستیتوت میخانیکی کابل دارم در دا هر انستیتوتی که ما رفتیم به شدت زیر بحران و در حالت ورشکستگی قرار داشته یکی نیما که قبلا هم در موردش صحبت کرده بودم و حال انستیتوت میخانیکی کابل 1280 نفر محصل ما در سه تایم فعلا داریم 600 ش... نفر سهمیه داریم از کانکور که انشالله اونا را میگیریم شاید در حدود 4 تا 4 را از بازار آزاد ما و شکل کانکور اختصاصی جذب بکنیم خب بازار آزاد به با شکل کانکور اختصاصی چگونه است؟ یک ا... 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 اینا با ما برای ما از کانکور تعداد زیادی از محصلین را معرفی میکنند متاسفانه اونا علاقه مند از این نیستن ما علاقه خود از بازار داریم از مکاتب چون دو, دو, دو دوره داره یکی دوره دو ساله داریم که 12 ها را جذب میکنیم و 14 و همچنان فارغین سنف نو را جست میکنیم که ده و یازده و دوازده دوره پنج ساله تا سنف چارده را اینا پیش ما ادامه میتن و مسلکی درس میخواند خب با چی شوی فارغین صنف دوازده هم و با چی شوی فارغین سنف نو هم را شما جست میکنیم؟ فارغین سنف نو افراد اشخاصی هستند که برای ادامه تحصیلشان نرمال بدون کدام امتحان اینا شامل رشته های ما میشن بس و, مندی, بس و مندی و شوقی را که خودشان دارن و همچنان فارغین سنف دوازده را یک تعداد شما کسایی که بینتیجه میمانند از کن کنکور اونا را جس میکنیم و یک تعدادشان مستقیم کنکور برای ما معرفی میکنه آها بسیار خوب حالا این در رابطه به ترها برنامه هایی که شما دارین به خاطر تحصیلات هرچی بهتر و بیشتر این است ما برای سال پیشروی تعلیمی پلانهای خوبی را روی دست داریم که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی قاطع ای پروسا و ایروند را سپورت میکنه حمایت میکنه اسما هم کاری داشته در قسمت نصاب جدید که باید ما نصاب مورد نز... نیاز بازار را سرش کار بکنیم برگزاری های علمی در داخل اداره خود داشته باشیم جست نمودن بیشترین معسل را در سال پیش رو داشته باشیم برگزاری نمایشگاه تولیدی که قبلا هم سال گذشته ما یک نمایشگاه تولیدی را به سطح انستیتوت برگزار کردیم که علاقمندای بیشتر خودش داشته چیزایی در اونجا به نمایش گذاشته شد که در ساخت محصلین و شاگردای خود انستیتوت میخانیکی کابل بود حالا منظور شما ظرفیت سازی است بله در ارتباط با ارتقای ظرفیت اساتید و شاگردای ما برنامه خوبی رو روی دست داریم که انشالله با فرارسیدن سال پیش رو برنامه ما آغاز میشه بسیار عالی است خب برگزاری تمامی برنامه ها نیاز به هزینه مالی داره حالا چقدر امکانات به دسترس شما است از اینکه بیشترم عرض کردم خدمت شما که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی مستقل شده وعده های و کمک کشورهای دونر و همکاری را که بار ما کمک همکاری میکنن وعده های خوبی را برای اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی دادن چون یکی از بخشای را که اساسی اینا کار میکنن روش تربیت تربیه کادرهای فنی و مسلکی برای ادارات دولتی و خصوصی هستند بنان ما امیدوار هستیم که با مو هزینه هایی که وعده شده است سر وقت برای اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی داده شود که از این پن بست و از این مشکلات پیش روی که ما داریم خلاص بله ها دقیق خب جناب استاد محمدی جدا شدن انستیتوت استیتوت تکنیکی و مسلکی اداره اداره, مستقل اداره, اداره مستقل تکنیکی و مسلکی مسلکی ببخشین زمان زبان ما هم لکنت داره از بدنی وزارت معارف چی فواید را میتونه داشته باشه سالهای زیاد است که اداره تعلیمات تکنیکی و مسلکی تحت مدیریت وزارت معارف افغانستان فعالیت میکنه متاسفانه نتانسته دستاوردهای خوبی را به ای کشور داشته باشه بناهن هر شخص و هر فردی که آمده بیشترین توجه به تعلیمات عمومی بوده تعلیمات تکنیکی که یک بخش بسیار اساسی جامعه و کشور ما و شما تشکیل می ما کادر فنی مسلکی در ادارات دولتی افغانستان متاسفانه به ندرت کم داریم در فابریکای تولیدی ما کارمند کم داریم در بخش برق در بخش انجینری متاسفانه افراد اشخاص مسلکی وجود نداره بنا این که از بدنی وزارت معارف بیرون شد ما یک گام به جلوتر میریم حالا چه مشکل و یا هم مشکلا بوده که توجه صورت نگرفته توسط رهبری وزارت معارف که حالا شما دست باز دارین در دا قسمت نمیخوام یک بار را که قبلا ما با ایشان کار میکردیم متهم به کار بسازیم ما بارها برشان مشوره دادیم صحبت کردیم که این وضعیتی را که انستیتوتای تعلیمات تکنیکی و مسلکی داره مناسب نیست شما حداقل یک تغییرات را ایجاد بکنین که نهادا انکشاف بکنه ترقی بکنه از یک طرف وزارت معارف و از طرف دیگر بس وزارت تحصیلات عالی که متاسفانه یک مشکل بسیار جدی برای ما بود هر گامی را که ما با پیش رو میماندیم یک مانع یک سطح برای ما وزارت تحصیلات عالی بود که ما اسناد وزارت تحصیلات عالی را ما می میکنیم تنها بحثشان بحث اسناد بود در حالی که نه خودشان ظرفیت توانایی تربیت کادرای فنی و مسلکی را با شکلی که باید داشته باشند دارن و نه اجازه یک شخص دیگر میدن یا اداره دیگر را که در هم کار باشه با برداشتن هر گام شما مانع و همسط ایجاد میکردن بس بیشتر در مورد اسناد تحصیلی گفتم که وزارت تحصیلات ای عالی تنها آخد. صلاحیت زیر داره که اسناد تحصیلات عالی را یا سند تحصیلات عالی را برای شاگردا و برای فارغین نشان بده ما بحث کردیم که اگر وزارت تحصیلات عالی اینا وقتی نهادها با هم همگام نشن یک جانشان و مشترک با هم حرکت نکنند کارهایشان در تبانی متاسفانه نبوده است ولی آله با مدیریت درست و خوبی را که بانو ندیمه سهر در دا دست داره با همکاری را که با وزارت تحصیلات عالی داره تانست از کمک های بیشتر هم از جامعه جهانی از کشورهای دونر از دولت افغانستان و هم یک پیوند یا یک ارتباط خوب ایجاد شده است بین ادارات تعلیمی و تحصیلی افغانستان خدا را شکر که جلب جذب کمک ها هم صورت گرفته از طرف ای. اداره این ای نهاد خوب است صحبت داشته باشیم حالا که محصلین فارغ میشن از اداره زمینی کار بهشون مساعد است یا نه متاسفانه زمین کار برای اکثریت محصلین مساعد نیست چون شرایط کشور بحران از جنگ است تهدید است و تجار و کسایی که سرمایه هستند میخوان اینجا زمینه کار و اینا میتونن مساحت بکنن و دولت افغانستان میتونه اینا دولت افغانستان با جنگ درگیر است و تجار افغانستان ای جرات نداره و نمیتونه که حدی اقل زمینه سازی بکنه یا کار بکنه سرمایه گذاری بکنه که زمینی کار برشان مساعد شود متاسفانه ما محسنین خدا فارغ میتیم با شیوه های خوبی تدریسی در اختیارشان قرار داریم ولی زمینی کار بدبختانه برشان مساعد شما صحبت داشتین زمانه که تحت اداره تحت اداره، وزارت معارف بود با اینکه وزارت خانه ها،, ها نیاز به کادر علمی و مسلکی داشتن ولی زمین نبود خب حالا که شما مستقل شده و اینا هم با امکانات تو خوب حتما فارغ میشن استعداد ظرفیت توانایی زیاد است چرا حالا جسم میشن کل دوایر دولتی افغانستان یک اداره با نام کمیسیون اصلاحات اداری جسم میکنن متاسفانه یک مشکل جدی است در اون قسمت یک دو ای که اینا جذب شده نمیتونن زمینی از اینمی مساحت نیست که اینمی افراد اشخاص اینا ببرن وارد کارزار زار بسازن توانایی دارن ظرفیت دارن تعلیم دارن اسناد کافی در اختیارشان است ولی ای که ظرفیت حکومت افغانستان نداره جذبشان بکنه گفت میشه که مسئولین از اونها در ارتباط با وطن بسیار خوب، پیام گفتنی خاص شما پیام ما برای مسئولین عزیز ما و برای استادای ما که در رخصتی زمستانی به سر می‌برند، این است که از این فرصت که در اختیارشان قرار داره امیدوار هستیم استفاده خوب بکنن و امو کمی ها و کاستی هایی را که در سال قبل داشتن به سال پیش رو رفع باشه و اما قسمی که ما همیال تلاش میکنیم در رخصتی زمستانی نیستیم در دفتر خود هستیم و مشکلات خود حل میکنیم امیدوار هستم که اونا هم بتانن مشکلاتشان حل بکنن و یک صلح پایدار دائمی در افغانستان و وضعیت حداقل تغییر بکنه که محسلین بتانن درسشان بخوانن و حدی استادای ما بتانن به شکل خوبش تدریس بکنن توان انرژی شما هم بیشتر موفق ما مایت باشین جناب فیصل محمدی عامل انستیتوت تکنیکی کابل همچنان رئیس شورای آمرین مرکز داری مستقل تعلیمات تخنیکی و مسلکی